اینجا لس آنجلس، کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا. توجه، The Fame صرفاً یک شو موزیکال هنری و فرهنگی می باشد و به هیچ وجه به هیچ گروه سیاسی، دینی، مذهبی و یا نژادی تعلق و یا وابستگی ندارد و تهیه کنندگان، مجریان و سرمایه گذاران برنامه The Fame هیچ مسئولیتی در قبال نظریات و یا گفته های شرکت کنندگان و یا هنرمندان میهمان را در برنامه The Fame ندارند. با احترام، شهبال شپره. با درود به شما دوستان خوب و مهربون برنامه دفین، امروز دوستی رو اینجا دارم به عنوان مهمون برنامه دفین که خودم واقعا از ته قلب دوستش دارم. غیر از صدای قشنگش، غیر از سبک قشنگش، شخصیت بسیار گرم و خوبی داره. دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده‌ای زری کمر نشسته رو اسب سفید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش جم. خوشحالم که اولا تو این برنامه داری اومدی تو، ولی چیزی که هست این برنامه همیشه هر هفته ما یه سوپرستاری، ستاری، یک سلبریتی داری، ولی هیچ کدومشون توی استایل موزیک تو نبودن. آخه اسم این برنامه میدونی چیه؟ The Fame. خوش اومدی تو این برنامه. متشکرم، مرسی. سلام میکنم به دوستان عزیزی که تصویر ما رو میبینن و صدامون رو میشنوند و خوشحالم که با همدیگه یک گفتگویی داریم و طبق معمول برای همه دوستان آرزوی شادی و سلامتی دارم. خیلی ببین، کسی که این برنامه رو اصلا پایه‌گذاری کرده، این تلویزیون اسمش تلویزیون ایران فرداست. انشالله فردایی بهتر از این چیزایی که میبینیم. انشالله. آقای علیرضا نوری‌زاده رو می‌شناسید؟ بله، یکی از فنای ایشون هستم. بله. پس این فن تو فن شد. می‌دونی چرا؟ چون
ایشون هم یکی فنای منه میدونه. خود دکتر یک ساعت پیش زنگ زد، الان شنبه داره، الان امروزی که ما داریم برنامه رو ضبط کنیم سه شنبه است، این برنامه هر دوشنبه از لندن پخش میشه به همه جای جهان. این شنبه اتفاقا خود دکتر داره میان آمریکا. من آره گفت حتما سلامنو انقدر برسون به شکیلا، من یکی از طرفدارا هستم. میگه فنشاپ دارن همیشه. بله شکیلا جون، بذار الان من میخوام همه صحبتو بدم به تو. این مردم از دست صحبتی کردن، من عاجزم. میدونی من زیاد حرف میزنم، ولی هر تو حرف میاد دیگه. من گفتم یه چیزی حدود 30 سال از ایران عزیزمون دورم. تو این 30 سال خیلی خواننده دیدم، یا خودم اووردم یا دوستان بودن یا کسایی بودن که خارج از کشور اصلا به دنیا اومدن. تو اولا ببینم تو کجا به دنیا اومدی؟ من تهران. تهران به دنیا. پس از اون گروهی نیستی که اینجا به دنیا اومده؟ نه خیر، نه خیر، من بعد از انقلاب اومدم اینجا. پس چجوریه که این انگلیسی رو خوب صحبت میکنی؟ خب دیگه 18 سالم بود، بعدم تو ایران 3-4 سال کلاس سوای این که تو مدرسه انگلیسی یاد میدادن، کلاس خصوصی انگلیسی میرفتم، چون میدونستم میخوام بیام امریکا تحصیل کنم. بعد دیگه وقتی اومدم اینجا انگلیسی رو کم و بیش بلد بودم. ما آخه شنیدم تو انگلیسی هم قشنگ میخونی. لطف داری. تا حالا کار انگلیسی اصلا ضبط کردی؟ آره چند تا، چند تا. آره. Understand, I adore you, and I just won't believe you'd give up the fight for forgiveness when you're the one I want. My heart wants your love, knows that there is no love without you. Can't you hear my heart? باعث خجالت من البته باید بگم که وقتی که یه دوست هنرمندی مثل شکیلا کارهایی کرده و من الان اینجا میگم من نشنیدم، این باعث خجالت منه دیگه. چجوری میشه که مثلا یه خواننده اینجوری که خودم از طرفدارای وحشتناکشم؟ خب سرت شلوغه دیگه، نمیشه واقعا توقع داشت. آخه یه ایراد دیگه هم هست. ببین وقتی سبکمون توی کار دیگه است، من همش دارم میرم میگردم که الان کار بعدیم چی باشه. درست. طبیعتاً میرم دنبال اون سبت دیگه. آمد. تو هم همین کارو میکنی. بله. اینه اونجاهاییست که ما یه رفع هم دیگه رو گم میکنیم. بله. این برنامه یه برنامه اسمشو من گذاشتم First Music Reality Show. یعنی این چیزهایی که ما داریم میگیم یه واقعیت ریالیتیه، هیچی توش نداره که حالت اینی که آقا ما جلو دوربینیم مواظب باش. نه. شکیلا جون سازی میزنی؟ ساز در حال الان دیگه نمیزنم، ولی 15-16 سال پیش سه‌تار میزدم، منتها چون تمرین دیگه نکردم دیگه الان نمیتونم درست بزنم. باید وقت میذاشتم روزی 2-3 ساعت. راستش نه وقتش بود نه خیلی علاقش بود. یه مدت زدم بعدم دیگه نکردم. خب من این سوالو همیشه از دوستان عزیز خوانندم که اینجا هستم به خصوص خانوما میکنم. تو میدونی که الان تو موزیک مثلا آمریکایی
که ما بهش میگیم کانتری میوزیک، خودشون میگن کانتری میوزیک که تقریبا ما میتونیم بگیم موزیک محلی آمریکا هست. شما خواننده زیاد میبینی، خواننده های جوان، اتفاقا خود تو هم قیافت یکی از اون کسایی که میخوری به اونا، همچی زیاده، همچی شکل و شمایل ایرانی نداری شکل جون. یه جوریه که میشه الان یه گیتار به تو بدم بری بغل شان توین وایسی بزنی، همه میگن این خواهر اونه. آره اون رنگ و بود ماشاءالله اون شکلی. تو دیدی، من اینو به جرئت میگم، نمیدونم چند هزار تا حالا تو این چند سالی که تو کار موزیک بودم از کارهای دخترهای کانتری موزیک آمریکا دیدم، یک دونشم ندیدم که ساز نزنه. درسته، راست میگی. همشون گیتار مثلا شده یه دونه چیزی که مثلا جزء کیفشونه. بله. جزء کیف دستیشونه. میگه اگه بریم یه لوی ویتون بخریم یه دونم گیتار میخریم. من میخوام ببینم تو با سبک موزیکت که اینقدر قشنگه که یه مقدار زیادش به سنتی گرایش داره، سازی رو که میزدی درست مال این کاره؟ چرا گذاشتم کنم؟ چجوری دلت اومد اینو بزنی؟ نه آخ دلت اومد واقعا، خیلی پشیمونم. نه واقعا بعضی روزا میشه میگم چه اشتباهی کردم، اگه این 15 سال همون روزی نیم ساعتم تمرین میکردم الان چی شده بود. ولی خب دیگه نه، چقدر بهت کمک میکنه تو خوندن؟ 100%. چقدر بهم کمک میکنه به آهنگسازی؟ الان باید اون چیزی که میخوام و مثلا زمزمه کنم علی بزنه، در صورتی که اگه خودم هنوز میزنم خودم همین کارو میکردم. دقیقا. اون وقت یه حسن دیگه ای که داره این اصلا دوستته، رفیقته. بله. این هر موقع که تو تنهایی کاری داری این تو لازم نیست تلفن کنی یه نفر بیاد کاملا بشینه صحبت کنه همدمت باشه، همین بغلتو برمیداری میزنی. تو که انقدر الان ماشاءالله من میبینم سر و پا و جوانی، آیا کار دیگه هم جز موسیقی میکنی؟ نه. خب نه که چرا الان یه وقتتو نمیذاری که یه ساز دیگه رو یاد بگیری؟ خب آخه الان کار دیگه ای نمی کنم، یعنی الان میتونم، تو راست میگی، میتونم شروع کنم دوباره یه ساز دیگه یاد بگیرم یا همون سه‌تار رو شروع کنم دوباره به تمرین کردن. ولی خب تا همین چند سال پیش گرفتار بچه ها و زندگی بودم دیگه، کار خب اونجوری نمی کردم دیگه. حالا که من میخوام یه چیز بگم، تو باید فکر بکنی که موسیقی یکی از بچه هات دیگه. بله هست. خب بله. پس به اندازه همون هم بسش وقت بذار دیگه. اینا رو که من میگم به دلیلی که ما با خواننده ای طرفیم که چند میلیون طرفدار داره، چند میلیون. اینا اغراق نیست، اینا به قول معروف هندونه زیر بغل گذاشتن نیست، اینا یه واقعیت. من خودم یکیشم دیگه، اینجا نشستم یکیشم. دوست دارم که آرتیستم و این کسی که من فنش هستم هر روز ببینم که این داره میره بالاتر. فن واقعی میدونه کیه؟ فن واقعی اونه که از آرتیستش، از رول مدلش ایراداشو بگیره. دقیقا، کاملا. وگرنه از اینی که تا یه نفر میاد میگه مثلا فلان خواننده اینجوریه فنش همچین کنه، نه 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 از این حرفا نمیتونی بزنی. خب من دروغ میگم یا راست میگم؟ اگر راست میگم، تو اگر فنشی باید این کارو بکنی دیگه، بگی راست میگن ها مردم، کمکش کنی بهتر بشه. دقیقا. بله. همینطوره. خب ببینم، تو توی خوندن اصلا کلاس آواز دیدی؟ رفتی؟ بله، من کلاس آواز نزد مرحوم کریمی در ایران رفتم. 14 سالم بود، یه چند ماهی رفتم، خیلی هم اتفاقا استعداد داشتم به قول مرحوم کریمی، منتها به خاطر انقلاب در هنرستان رو بستن و دیگه تموم شد، دیگه نتونستم برم. نوارای ایشون رو تهیه کردم، روی نوار خودم سعی میکردم تمرین کنم. بنابراین آره یک مقدار آشنایی دارم با دستگاه ها و آواز.
تو این کارهایی که ما انجام میدیم تو موسیقی، همیشه ما یکی از کارامونو دوست داریم که الان جرأت اینو داشته باشیم که میریم روی استیج، اگر یکی ازمون بپرسید که خب برنامه چجوری شروع میشه، هممون اینجوریم که میگیم خیلی سیفتریم الان اگر این آهنگ را اول اجرا کنیم. اون کدوم آهنگه که اگر تو بری روی استیج میگی که بچه ها میدونی چیزی، ما خیلی آهنگ داریم ولی که من فکر میکنم اول اینو بزنیم، من گرم شم، من برم، اون کدوم آهنگته؟ حالا خیلی جالبه، من اتفاقا آسان‌ترین آهنگمو نمیخونم، من همیشه اولین آهنگمو نه اولین آهنگمو سعی میکنم آهنگی باشه که خب مردم خیلی دوست دارن، یکی اولیه یکی آخریه، سعی میکنم با بهترین آهنگام شروع و تموم بکنم. و اولین معمولا ارسیه های عاطفیه که آهنگ آسونی هم نیست، خیلی هم میره بالا، خیلی تحریر داره. ولی اگر بخوام که یکی از آهنگای آسونم رو انتخاب کنم، خب دارم آهنگ آسون زیاد دارم. من چرا نه، من فقط دوست دارم الان مثلا اینه که یکی از آهنگایی هست که اولا من خودم خیلی دوست دارم، هم سازندش رو خیلی دوست دارم، آقای فازوکی ارزشمند، آقای جانبخش فازوکی خیلی زیباست، خیلی شعرش زیبا. شعرش هم مال خودشونه، شعرش هم مال خودشونه. و این چقدر قشنگ نشون میده که ماهایی که از مملکت اومدیم بیرون چه روزگاری رو اینجا گذروندیم. من Thank you.
بسیار زیبا مینه کارهایی که دوتا نیست ماشاءالله جان بخش پازوکه انقدر کارهای قشنگ داره آدم نمیدونه کدومش انتخاب کنه حقیقتیه شکیلا جان شما توی خارج من میدونم که کنسرتای خارجی رو زیاد میری بله برای چی میری؟ برای اینکه فقط دوست داری اون خواننده رو میری یا اینکه چیز دیگری هم هست غیر از اینی که یه آهنگی رو تو دوست داری یه خواننده بخونه خب یکیش اینه که میرم یه مقدار ببینم چی کار میکنن رو استیج یه مقدار یاد بگیرم ازشون بسیار عالی درست داری میگی خب من از این یادگیری آیا تا حالا مؤثر بوده در برنامه‌هایی که تا حالا گذاشتی؟ خب مؤثر که بوده منتها من نه که سبکم خیلی همچین سنگین و ساده و به خاطر کارم بوده خب خیلی از این کنسرت هایی که رفتم خب میدونی که معمولا هنرمندا میرقصن میپرن بالا میپرن با این به سبک من تا حالا نخورده و خیلی جالب اینی که میگی خودم راستش خسته شدم از همش اینطوری ایستادن و هیچ حرکتی نکردن و اینو میدیدم که مردم هم بعضی وقتا دارن خسته میشن وقتی که میبینن خب من حرکتی ندارم خب تو خونه‌شون هم میتونن آهنگ منو بذارن گوش بدن و تصمیم گرفتم که شروع کنم بیشتر با مردم ارتباط برقرار کنم صحبت کنم یه تکونی بخورم احیانا وقتی آهنگ شاده یک بشکنی بزنم نه به اون صورتی که بخوام نه اون کارا رو نمیتونم بکنم اصلا من نیستم ولی خب خیلی خوششون اومد تک و توک بعدن ایمیل فرستادن که ما اصلا انتظار نداشتیم که شکیلا همچین کاری کنه ولی همونایی که میگفتم ما انتظار نداشتیم بعد از دو سه تا کنسرت دیگه عادت کردم و دوست دارم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم روزی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق Thank you.
بچگی تو چه جوری بودی؟ تو تامبوی بودی نبودی؟ از در دیوار بالا میرفتی؟ اصولا نه نه، من نه تامبوی بودم نه بچه شکلای امروز بودم. بودی؟ نه واقعا، یعنی من همیشه ساکت بودم، تو خودم بیشتر بودم، همین حالتی رو که الان همه میگن چقدر خانومه، همین جوری از بچگی هم بودم. باور کن از همه فامیلم بپرسی میگن. خب الان پس تو این انقلاب و تو داری چه جوری باهاش کنار میای که الان میخوای بری الان یه جور دیگه شروع نه کنی؟ نه یه جور دیگه فکر نکن مثلا میخوام بشم چه میدونم بیانسه اونجوری نه، ولی دیگه اون حالتی که ساده وای میستادم شاید دو ساعت تو کنسرت، من نه دستی تکون میدادم نه خودم تکون میخوردم، میدونی اصلا یه حالت دیگه بود. الان اولا تو خودمم، اون کاری که خودم دوست دارم و میکنم و ممکنه یه آهنگی یه دلم بخواد مثلا بشکم بزنم، شاید بخوام حتی یه حرکت یه قری مثلا باشه قری به اون صورت، ولی یه حرکتی که به آهنگ بخوره بکنم 100%. و میکنم و چون خودم خوشم میاد میدونم مردم یهو مردم دست میزنن مثلا وقتی این کارو میکنن، یعنی مردم هم واسه شون جالبه که دقیقاً اینطوره و میفهمم از این ور اون ور همه میگن چقدر خوبه. ما شنیده بودیم شما، مثلا من لندن برنامه داشتم چند ماه پیش، بعد همه اومدن بکستیج، خب خیلی‌ها میان بکستیج صحبت میکنن، اینقدر را بودن که گفتن ما شنیده بودیم شما فقط سیخ وای میسین میخونین و راستش دلمون نمیخواست بیایم، ولی فلان کسک تعریف کرده بود که نه اینطوری نیست، بیا نمیدونی چقدر عالیه و چقدر خوشحالیم که اومدیم. حالا میریم به اونایی که قبول نکردن و باز نخواستن بیایم، میگیم که چه برنامه ای رو از دست دادیم. یعنی میبینم که بازتاب خوبی داشته و مردم خوششون میاد. اشکال کنسرت‌های ایرانی رو در چی میبینی؟ چی فکر میکنی باید تو این کنسرت ها اتفاق میافتاده که نیفتاده؟ چیزی بوده که تو پلو خود فکر میکردی این چجوریه که مثلا کنسرت خارجی طبق یه ضوابطی بالاخره میره جلو؟ آیا تو کنسرت های ما رو هم اینجوری دیدی؟ ببین من اینطوری بهت بگم، من مثلا کنسرت شکیرا رفتم 3 سال پیش و واسه یه اسم شبیه خودت بوده؟ نه شنیده بودم خیلی برنامهش جالبه، شنیده بودم 2-3 ساعت مثل برق میگذره اینقدر که انترتین میکنه آدمو و واقعا همینطور بود، یعنی شو به من دادن به همه و اصلا این 10,000 نفر همینجور روپا وایساده بودن تمام برنامه رو، کسی نمیخواست بشینه، اینقدر که هیجان بود و اینقدر که این سن همش دکور عوض میشد، موزیک عوض میشد، کارایی که میکرد. من فهم کنم موزیک ایرانی دلیلش هم نداشتن بودجه است مطمئن، نه خب اینش ایراد داره، یعنی مثلا یه خواننده میاد از اول تا آخر وای میسته روی یه استیج آهنگش رو میخونه، بعضی خواننده ها که اصلا هیچ صحبتی هم با مردم نمی کنن همینطوری آهنگاشون رو میخونن تمام میشه میره، خب این نمیتونه خیلی جالب باشه. من خودم یکی از اینا بودم قبلا. اولا این برنامه رو که ما داریم الان صحبت میکنیم شکیلا جون اصلا بیننده مسن نداره. اوکی. یعنی همسن من هیچکی نیست اون پشت، این جلو فقط یه نفر اینجوری نشسته، باقی همه جوونن که داره نگاه میکنن این برنامه رو نگاه میکنن که هنرمندی رو که داره صحبت میکنه یک روشی رو به اینا بگه که آقا این کارو ما کردیم یا میکنن که فکر نمی کنیم درست باشه، شماها ادامهش ندید. من میخوام اینو بدونیم، خودت دیدی که خواننده یک کنسرت خارجی تنها مهره اون کنسرت نیست؟ نیست بله. اما برای کنسرت ایرانی ما یک مهره بیشتر نداریم، اصلا بعضی وقتا کسی که معرفه نمی کنه. من خودم کنسرت موهین رفتم، چند نفر باهاش میزدن معرفی نشده. نه موقع معرفی که شد گفت اسم این چیه؟ از ویولونیستش میپرسید اسم اون چیه؟ ویولونیسته میگفت. اول آدم پر خودش فکر میکنه تقصیر موینه. حالا چرا من اسم میگم؟ باید اسمی گفت دیگه بالاخره، وگرنه همه میگن بی خود داری میگی. نه اینجوری نیست، من این کنسرت نوکیاست، یه جای 7300 نفره تو دنیا
یکی از بزرگترین کانسرت هال هست که اتفاقا سه شب پیش هم سیاه‌پوش قومشی اونجا برنامه داشت که حالا یه چیزم راجع به این برنامه خواهم گفت. ما همیشه تقصیر میندازیم گردن پرفورمر، ولی خیلی از مردممون هم پرابلم دارن. اینا وقتی که نمیان ایراد هنرمندشون رو بگن، هنرمند میگه خب پس راضی بودم دیگه، من بله. دفعه دیگه هم همین کارو میکنم. حالا جالب اینه که میگی ما اصلا یک قسمتی داریم که هر 5-6 نفر، حالا گروه بستگی داره، یه موقع 5 نفر یه موقع 10 نفر بستگی به سالن و اندازه جمعیت داره، ما معمولا یک برنامه‌ای داریم برای معرفی موزیسینامون. یعنی وقتی که اسمو میاریم اون طرف ساز خودشو میزنه، یه ریتم داره زیر زده میشه، بعد مثلا میگم مثلا فلانی ویولون، بعد اون ریتم داره میزنه، طرف روش مثلا یه سولو ویولون میزنه. اسمش بلدی اسم طرفو؟ خب وقتی که هر کی که داره میزنه میگم دیگه. نه خب نمیخوام حالا اسم بیارم، من اسم همه رو بلدم. حتی وقتی که کسایی که با هم میزنن که خب حفظم، وقتی که شهرهای دیگه میریم، خب خودت میدونی همه موزیسین ها رو که نمیتونیم با خودمون ببریم، توش از اون شهر لوکال میاریم، ولی همیشه موقع ساوندچک میگم اسماتون رو به من بگین و حفظ میکنم که حتی نخوام بخونم، که یعنی انگار اینا واقعا همیشه با من میزنن. بنابراین هیچ وقت این مشکل ما نداشتیم. و این جالبه میگی، چون بعضی وقتا شده میبینم موزیسیانایی که قبلا با کسای دیگه کار کردن، این کار واسه شون تعجب میکنن که من چرا دارم اسم و فامیلشون رو ازشون میخوام و بعد طی این حالتی که میزنن، خب همه دست میزنن و واقعا همه برات تک تکشون مردم کلی دست میزنن و اصلا لذت میبره موزیسین. درسته باشه چارج میشه. نام صحیمن دیگه. بله. نام صحیمن. شکل من تا اونجا که یادمه تو یه آهنگی رو همیشه سر زبون همه بود که تا تو میای رو استیج همه دار میزنن نوایی. نوایی. من یادم میاد تو اصلا کریر تو خیلی به این قطع بدهکاری. بله. میدونی همیشه ما ها یه بدهکاری در حرفمون به یه جایی داریم. چقدر قشنگه که همیشه بگیم بدون این پدر و مادر ما اصلا به وجود نمی اومدیم. بله. اینا همه چیز زندگی هنری ما هستن. حالا یه عده اومدن اینو درست کردن، فقط این نیست، این خودش درست شده یه عده است. پس این نشون میده که ما همینطوری که داریم کارمون رو انجام میدیم، ما زیر سایه یک اثراتی هستیم، از یه پله هایی میریم بالا. دقیقا. بل. وای به حال ما اگر این اصلیت رو یادمون بره ازش. کامل. اونجاست که ما گم میشیم. تو چه اتفاقی افتاد که این نوایی رو اصلا فکر کردی که قطعه که تو میخونی؟ من فکر نکردم. من همونطور که خودت میدونی با بابک افشار شروع به کار کردم. آلبوم سوم ما بابک افشار گفتش که یک آهنگ محلی هست که این من فکر میکنم به صدای تو خیلی بخوره، منتها من اینو نمیخوام محلی اجرا کنم. اگه یادت باشه اینو خانم سیما بینا خو محلی خونده بود، خانم زویا محلی خونده بود، خود اوریجینالش که با دوتار و اتفاقا اون کسی هم که اینو خون همین دو سه هفته پیش خدا بیامرزه فوت کردش. بله. بابا گفتش که اینو من میخوام ولی زیرش درام بزنم و بیس و همون حالتهای کارهای خود من دیگه، که یک تلفیقی از موزیک غربی و شرقی. گفتم باشه من میخونمش. بعد ایشون این آهنگو تقریبا بیسش رو زده بود و آورد خونه ما، که حالا من اون محلی ها رو گوش کرده بودم، خب اصلا تو اون حال و هوا بودم. اینو آورد خونه ما، دیدم وای اصلا این یک شکل دیگه ای شده. گفتم این خیلی شیک شده، آدم نمیتونه آهنگ محلی رو رو این بخونه. که گفت نه من میدونم این کار قشنگی میشه، تو نگران نباش. من در اون زمان نمیتونستم واقعا، خود تازه نوار سوم من بود دیگه، تجربه آنچنانی که نداشتم که نمیتونستم فکر کنم این چی عذاب در میاد وقتی که همه سازا روش زده بشه من روش بخونم.
یه ذره دلخور شدم و گفتم نه آقای افشار، من اصلا اینو نمیخوام اینطوری بخونم، تو رو خدا قشنگ نمیشه، بدتر مردم ایراد میگن. گفت نه، گوش به حرف من بده، من میدونم. خلاصه ما اینو اجراش کردیم و وقتی که اجراش کردیم خودم دیدم واج کار قشنگی شده. و تا قبل از اینکه آهنگ دراد برای هر کسی که ما اینو گذاشتیم، با اینکه آهنگ غمگینی نیست، نه. یعنی اونجوری که من اجراش کردم، ولی همه اشکشون میگفتن اصلا آدم یه حالی میشه. مال تحریرای توه. باید، چون من محلی خوندم روش، هنوز درسته زیرش ساز محلی به اون صورت نیست و تو ماهور اجرا شده و اون حالت غمو نداره، ولی من اون تحریرها و اون حالت های محلی رو سعی کردم. یعنی بابکم اصرار داشت که من اونطوری بخونم حتما و گرفت دیگه و واقعا کار گرفت. الان بعد 20 خورده ای سال، راست میگی، کنسرتی نیست که من تا میام رو استیج داد ندادن نوایی. خب این من گفتم همیشه میاد یک دفعه شناسنامه یکی میشه. این همون جاییه که من میگم این آهنگه خیلی خونده بودنش، همونجوری که گفتی دیگه، ولی کن این هیچ وقت نیومد. با وجودی که خیلی ها دوستش داشتن، ولی هیچ وقت نیومد یه جایی به این بالایی پیدا کنه. پس این آهنگ همینقدر مهمه برای تو زندگی هنریت که تو هستی برای این. از گریه هم ناقه در گل نشیند،
این آهنگو تا حالا روی کنسرت ها تو من دیدم تو کنسرت ها خیلی اجراش کردی. همیشه باید اجرا کنم، مگه مردم میذارم من سالن برم بیرون بدون اینکه نوایی رو بخونم؟ نه خب من میخوام ببینم دیگه، یواش یواش به بی‌نوایی داریم میرسیم. من میخوام ببینم تو چجوری این نوازنده ها رو هر جایی که دنیا میری، خب این امکان این پاسیبلیتی نیست که تو بتونی تمام نفراتی که اومدن تو این قطع کار کردن رو داشته باشی. طبیعتا روی استیج این صدا رو نخواهد داد از لحاظ ساز ها. بله. با این چه کار میکنی؟ ببین ما توی کنسرت ها معمولا یه بیس که سیکونسمونه تقریبا، یعنی ما سیکونس استفاده میکنیم ولی روش میان خب سازهای دیگه هم میزنه، بنابراین باز یه حالت پوری داره، ولی خب نه هیچ آهنگی مثل اوریجینالش نمیشه، ولی مشکل نداریم اجراش کنیم. یعنی راحت برات؟ راحت. از لحاظ ساوند اونور که مردم میشنون؟ آره. فکر میکنم راحته. تو خودت تو برنامه من بودی دیگه، خودت میدونی. بله من بودم. خوب بوده یا نه؟ معمولا اگه سالن کالون کنسرت باشه مشکلی ما نداریم. اگر الان به تو پیشنهاد بکنن با یه خواننده ای مثل چجوری، مثلا از این جوونایی که میان مثلا با آرش بری روی استیج، تو بله خودت چی فکر میکنی؟ یه همچین فکر رو داری که اصلا اگر یه نفر یه همچین پیشنهادی بهت کرد یه نفر تو بگی میکنم این کارو؟ اگر بگی میکنم این کارو دلیلش چیه؟ چی دیدی که اینو میگی؟ اگه گفتی نمیکنم دلیلش چیه؟ ببین شهبال جان، من از 24 سال پیش که به قول معروف حرفه ای اومدم تو این کار، خیلی روحیاتم عوض شده. یعنی من حدود 20 سال پیش از چند تا هنرمند خیلی خوب دعوتم کردن که باشون دو صدایی بخونم، حالا اسمشون نمیارم، و من قبول نکردم. دلیلش هم این بود که در اون زمان اون کسی که با من کار میکرد، که حالا نمیخوام باز اسمشو بیارم چون نمیخوام دلخوری پیش بیاد، اون به من گفت که نکن این کارو، زمانی که با یه خواننده دیگه بخونی دیگه میری پایین. اشتباه. بله. و هرچی که سالها گذشت بیشتر پشیمون شدم که چرا این کارو نکردم، برای اینکه اینا همه خاطره میشه. من خودم مثلا وقتی یه آهنگ میبینم هایده مثلا با عارف خونده، دو بار لذت میبرم چون دو تا خواننده این که دوست دارم. ولی خب میگم دیگه کم تجربگی، و چون میخواستم بالاخره گوش کنم به اون کسی که بالاخره استاد من بود در اون زمان، خب به من کار میکرد، نمیخواستم زیر بار حرفش نرم، قبول کردم. خیلی خیلی چیزا به من گفتی، من قبول کردم. بعضیاش خب به نفعم شد و قدردانی میکنم همیشه تا آخر عمر. بعضیاش هم مثل این، حالا نمیدونم به ضررم شد یا نه، ولی پشیمونم که چرا نکردم. و الان هرچند که سن چی میگن سالها بیشتر گذشته، بیشتر دلم میخواد که حتما این کار رو بکنم. برافو. و با آرش اگه آهنگی باشه که من بپسندم، یعنی ببینم یه مقدار به سبکم میخوره، 100% نمیخوام یهو چینج بکنم، ولی حاضرم که یک مقدار اول کم اون که کردم. الان میبینی من کلی کارهای جوون پسند کردم تو این چند سالی گذشته. درست.
که اصلا توش کارهای سنتی و اینام نبوده. من اصولا هیچ وقت فقط سنتی کار نکردم. تو تمام آلبومای من اگه گوش کرده باشی، مثلا یه کار سنتیه، یه کار کاملا پاپه، بقیه کارا همیشه یه ترکیبی از پاپ و حالا مثلا توش احیانا دف زده شده، ستار زده شده، ولی سنتی کامل هیچ وقت نبوده. و آره، اگه یه موقع با آرش یا خواننده های خوب دیگه موقعیت پیش بیاد 100%، چرا که نه؟ میکنه این کار. میکنه. خب من همیشه گفتم ما اگه بخوام یه نمونه از خارجی ها حساب بکنیم اینو، یه کسی مثلا پاوراتی بیاد با سپایس گرل میکنه، اصلا به هم دیگه ربط ندارن، این فقط نشون میده که این کامبینیشنه. بله. دوست دارم که شکیلا رو روی کنسرت، روی یک صحنه بزرگ ببینم که در کنارش کسی ایستاده که از لحاظ هنری، اشتباه نکنید، از لحاظ هنری خیلی خوبه که وایساده، ولی کمپلیتلی یه چیز دیگه است. قیافش اصلا اینجوری نیست، لباسش اصلا به این ربط نداریم. من فکر میکنم این کنتراست ها تمام نتیجه این میشه که ما این رنگ ها رو شناختیم، ما رنگ رو برای میشناسیم. بله. من سیاه پوشیدم، تو قرمز پوشیدی، یکی آبی پوشیده، یکی سبز پوشیده، اینا کنتراست دیگه. من پس فریشب رفته بودم کنسرت سیاوش قمیشی. اینی که تو داری میگی که تو میرفتی رو استیج وای میسادی تکون نمیخوردی یه زمانی، همه این آدمایی که اومده بودن سیاوش قمیشی رو نگاه کنن همین فکر رو داشتن که سیاوش قمیشی میاد وای میسه، میاد تکونه، تکونم نمیخوره. خب درستم بود، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه پنجتا، نه شیشتا، رسید به آهنگ آخر. آهنگ آخر اومد، گفت میدونی این چی چیه؟ من اسم این آهنگم پریدنه. من فردا 70 ساله میشم، ولی امشب به عنوان اینکه آخرین شب 69 سالگیمه من میپرم، شما هم بپرید. خب ببین، من دارم همینه میگم، نیست که تو این انتظار نداشتی که سیاوش قمیشی اینو بگه یا مثلا بپره. یه جاش بود میگونم پریدم پریدم، میگو خودش میپره. آقا این مردم گفتم اصلا دیگه کسی نشد و همه خودم بپرن. خب این نشون میده که ما ها کانسپت هایی رو که داریم درسته نباید بهش آویز باشیم اینجوری که آقا دیگه این کانسپت هست، ما دیگه خدا هم بیاد پایین نمیشه. بله. اگر یه روزی الان شکیلا اسمش توی تاریخ موسیقی ایران رفته، به عنوان چی؟ به عنوان که یه زن جوونی اومد خارج از کشور، یک دفعه با یک همچین سبکی میاد توی کار و این کار میگیره، به این معنی که خودت گفتی درست تو سبکای مختلف خوندی، ولی هنوز مردم یه گرایشی دارن تا اسم شکیلا میاد میگن خب الان اگه بریم اونجا حتما ستار هست، حتما تار هست، حتما دف هست. حالا یه دفعه اگر سورپرایز بشن که یه دفعه شکیلا رو ببینن با 4 تا گیتار فاز مثلا مثل گروه کیس یادته که تمام صورتاشو میگن. گرفت میگم چیکار بابا، یه حالت بیشتر نداره، یا طرف یه عوضی رفته. خب من آیا تو
فکر نمی کنی که امکان داره که مردم یه دفعه از این استقبال کنم. من خوشحالم از این موضوع. تو هم صورت زیبایی داری که همه دوست دارم. من خودم زنم گلی نیست، اسم تو که میاد میگه این شیرین ترین صورت دنیا رو داره، خودش از بس صدا تو که همه دوست دارم. سنت که ماشاءالله جوونی، استعداد داری، محبوبیت داری، الانه تویی که میتونی قدم بذاری یه راهی رو برای دیگران باز کنی، نه اینکه منتظر نشیم کسایی که تقریبا هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ندارن بیان یه کاری بکنن. این همون جاییست که کسایی که کارو بلدن یه ذره عقب وای میسن، بعد نتیجتا میمونه جا برای اون کسایی که کارو بلد نیستن. بله. من ازت خیلی تشکر میکنم که اومدی. من هم از تو تشکر میکنم شهبال جان. انشاءالله یه ذرم این راه تو نزدیکتر کن. چطوری؟ ندام فرار کردی تو رفتی اونجا؟ نه من از اولی که اومدم سان دیگو بودم. آره میدونم، ولی از اولی که تو اومدی اینجا هیچ ایرانی اینجا نبود. حالا که همه ایرانی ها اومدن این ور، آخه تو یه ذرم از اون وقتم یه چیز هست. شغل تو شغل سان دیگو نیست. آخه هر چیز یه مرکزیت داره. این همه آرتیست بلند شده اونه هالیوود، خونهشون هالیوود نبوده که، خونهشون یه چیز دیگه بوده. چشم. من در ذهن جلو دوربین یه تشکر خیلی خیلی بزرگ از علیرضا توانگر دارم که همیشه پشتبان یه کسایی که میارزن استاده و از همه چیز مهمتر به خود من خیلی کمک کرده و خیلی دوست دارم که انشالله اگر کار مشترکی پیش بیاد که ما بتونیم با هم دیگه بکنیم، حتما علی جون یه پارت بزرگ شد. 100%. خیلی ممنون. ابر دل تنگ گرفت آسمون خونه رو، سیل غربتت شکست سقف آشیونه رو. خیلی وقته که پاهات لب مرز رفتنه، تا